به نام خداوند بخشنده مهربان. در نوار هفدهم دنباله سوره فرقان را برای شما می‌خوانم. و همانا این کافران آمدند و دیدند آن دیار قوم لوط را که بر آن باران عذاب و هلاکت فرو بارید. آیا اینان به چشم خود دیار خراب آنها را ندیدند؟ دیدند، لکن امید و بیمی از قیامت ندارند. ای رسول ما، غمگین مباش که این کافران هرگاه تو را ببینند کاری ندارند جز آنکه تو را به تمسخر گرفته و گویند آیا این مرد همان است که خدا به رسالت خلق فرستاده؟ نزدیک بود که محمد ما را اگر بد بود پرستی خود پایدار نبودیم به کلی گمراه کند و از پرستش خدایانمان باز دارد. این مشرکان که از جهل توحید را گمراهی می خوانند چون عذاب حق را مشاهده کنند به زودی خواهند دانست که گمراه تر از آنها در عالم نیست. ای رسول، دیدی حال آن کس که هوای نفسش را خدای خود ساخت چگونه هلاک شد؟ آیا تو حافظ و نگهبان او از هلاکت توانی شد؟ یا پنداری که اکثر این کافران حرفی می شنوند یا فکر و تعقلی دارند؟ هاشا، اینان در بیعقلی بس مانند چهار پایانند و بلکه نادان و گمراه‌تر. آیا ندیدی که لطف خدا چگونه سایه را با آنکه اگر خواستی ساکن کردی بر سر عالمیان بگسترانید؟ آنگاه آفتاب را بر آن دلیل قرار دادیم، سپس ظل آن آفتاب را به سوی خود تدریجاً قبض می‌کنیم. و او خدایی است که ظلمت شب را برای شما لباس گردانید و خواب را مایه آرامش و ثبات شما قرار داد و روز روشن را برای جنبش و کار مقرر داشت. و او خدایی است که بادها را برای بشارت پیشاپیش رحمت خود فرستاد و از آسمان آبی طاهر و مطهر برای شما نازل کردیم تا به آن باران زمین خشک و مرده را زنده سازیم و آنچه آفریدیم چارپایان و آدمیان بسیاری را سیراب گردانیدیم و ما تغییرات باد و باران را بین مردم آوردیم تا پند گرفته و متذکر حق شوند، لکن اکثر مردم جز راه کفران پیش نگرفتند و اگر ما می‌خواستیم در بین مردم هر قریه پیغمبری می‌فرستادیم، پس تو هرگز تابع کافران مباش و با آنها چنان که مخالفت قرآن و دین حق کنند سخت جهاد و کارزار کن. او خدایی است که دو دریا را به هم درآمیخت که این آب گوارا و شیرین و آن دیگر شور و تلخ بود و بین این دو آب در عین به هم آمیختن واسطه و حائلی قرار داد که همیشه از هم منفصل و جدا باشند. و او خدایی است که از آب بشر را آفرید و بین آنها خیشی و بستگی ازدواج قرار داد و خدای تو بر هر چیز قادر است. و مشرکان خدا را واگذارده و به جای خدا بت‌هایی که هیچ سود و زیانی به حال آنها ندارند می‌پرستند و کافرند و پشت به امر پروردگار خود می‌کنند. ای رسول، ما تو را نفرستادیم مگر برای آنکه خلق را به رحمت ما بشارت دهی و از عذاب ما بترسانی. ای رسول ما،
بگو من از شما امت مزد رسالت نمیخواهم، اجر من همین بس که هر که بخواهد از پی من راه خدای خود پیش گیرد و تو بر خدای زنده ابدی که هرگز نمیرد توکل کن و تو به ستایش ذات او وی را تسبیح و تنزیه گو و هم او به گناه بندگانش آگاه است و همین کفایت است. هر کرا بخواهد او می بخشد و هر کرا بخواهد مؤاخذه می کند. آن خدایی که آسمانها و زمین و هرچه در بین آنهاست همه را در 6 روز بیافرید، آنگاه عرش رحمانی را با حسن کامل خلقت بیاراست. و چون تو به این مردم کافر گویی بیایید و خدای رحمان را سجده کنید، در جواب تو گویند خدای رحمان کیست؟ آیا ما به آنچه تو امر می کنی سجده کنیم؟ هرگز نکنیم. و دعوت به خدا به جای اطاعت بر نفرتشان بیفزاید. بزرگوار آن خدایی که در آسمان برج‌ها مقرر داشت و در آن چراغ روشن خورشید و ماه درخشان را روشن ساخت، و اوست خدایی که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داده برای آن کس که خواهد به شب یا روز متذکر خدا شود یا شکر او به جای آورد. و بندگان خاص خدای رحمان آنها هستند که بر روی زمین راه به تواضع و فروتنی روند و هرگاه مردم جاهل به آنها خطاب و عطابی کنند با سلامت نفس و زبان خوش جواب دهند. و آنان هستند که شب را به سجده و قیام نماز برای رضای خدا روز کنند و روز را به نیکی با خلق به شب آرند. و آنان هستند که دائم به دعا و تضرع گویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما بگردان که سخت عذاب مهلک و دائمی است، که آنجا بسیار بد قرارگاه و بد منزلگاهی است. و آنان هستند که هنگام انفاق به مسکینان اسراف نکرده و بخل هم نورزند، بلکه در احسان میان رو و معتدل باشند. و آنان هستند که با خدای یکتا کسی را شریک نمی خوانند و نفس محترمی را که خدا حرام کرده به قتل نمی رسانند و هرگز گرد عمل زنا نمی گردند که هر که این عمل کند کیفرش را خواهد یافت و عذابش در قیامت مضاعف شود و با ذلت و خاری به دوزخ مخلد گردند، مگر آن کسانی که از گناه توبه کنند و با ایمان به خدا عمل صالح به جای آورند. پس خدا گناهان آنها را بدل به ثواب گرداند که خداوند در حق بندگان بسیار آمرزنده و مهربان است. و هر کس توبه کند و نیکوکار شود، البته توبه اش به درگاه خدا خواهد رسید. و آنان هستند که به ناحق شهادت ندهند و هرگاه به عمل لغوی از مردم هرزه بگذرند، بزرگوارانه از آن درگذرند. و آنان هستند که هرگاه متذکر آیات خدای خود شوند، شر و کور در آن آیات ننگرند تا بر مقام معرفت و ایمانشان بیفزاید. و آنان هستند که هنگام دعا با خدای خود گویند پروردگارا، ما را از جفتمان فرزندانی مرحمت فرما که مایه چشم روشنی ما باشند و ما را پیشوای اهل تقوا قرار ده. چنین بندگان پاداش صبرشان در راه عبادت عالی قرفه های جنت
و قصرهای بهشتی است که در آنجا با تحیت و سلام یک دیگر تو را ملاقات کنند. و در آن بهشت که بسیار نیکو منزل و مقامی است تا ابد مخلد و متنعم خواهند. ای رسول ما، به امت بگو که اگر دعای شما نبود خدا به شما چه توجه و اعتنایی داشت که شما کافران آیات حق را تکذیب کردید و زود به کیفر آن گرفتار خواهید شد. در اینجا سوره فرقان که شامل 77 آیه بود به پایان میرسد. میرسیم به سوره شعرا که در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 227 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان سوره شعرا را آغاز می‌کنیم. این قرآن آیات روشن کتاب خداست که بر تو نازل گردیده است. ای رسول ما، تو چنان در اندیشه هدایت خلقی که می‌خواهی جان عزیزت را از غم اینکه ایمان نمی‌آورند هلاک سازی. ما اگر بخواهیم از آسمان مشیت آیت قهری نازل گردانیم که همه به جبر گردن زیر بار ایمان فرو دارند. هیچ آیت و ذکری از خدای رحمان بر آنها مجدد نیامد جز آنکه از آن اعراض کردند. همانا این کافران آیات خدا را تکذیب کردند و به زودی حادثه هلاک آنان که به آیات حق استهزا کردند به اینان خواهد رسید. آیا در زمین به دیده عبرت نظر نکردند که ما چه انواع گوناگون از نباتات پرسود از آن برویانیدیم؟ در این کار آیت خدا آشکار است و باز اکثر اینان به خدا ایمان نمی آورند و همانا پروردگار تو بسیار مقتدر و مهربان است. یادار هنگامی که خدا به موسی ندا کرد که اینک به رسالت ما به سوی قوم ستمکار روی آور و قوم ستمکار فرعون را بگو آیا خدا ترس و پرهیزکار نمی شوید؟ موسی عرض کرده پروردگار از آن می ترسم که فرعونیان سخت مرا تکذیب کنند و از کفر آنها دلتنگ شوم و زبانم به هدایت آنان باز نگردد. پس هارون برادرم را نیز با من به رسالت بفرست و بر من از این قوم قبطی گناهی است که می ترسم بدان گناهم قبطیان مرا به قتل برسانند. خدا به موسی فرمود هرگز مترس و با برادرت هارون بدین معجزات و آیات من به سوی آنان برو که من همه جا با شما هستم و گفتار شما را می شنوم. هر دو به اتفاق به جانب فرعون روید و بگویید که ما دو رسول پروردگار جهانیم، آمده ایم که طایفه بنی اسرائیل را با ما بفرست. فرعون موسی را گفت تو همان کودکی هستی که ما پروریدیم و سالها عمرت در نزد ما گذشت و آن فعل زشت و قتل نفس از تو سرزد و به خدای ما کافر بودی. موسی در پاسخ فرعون گفت آری من چنین فعلی را مرتکب شدم، در آن هنگام من برای نجات سبتیان از ظلم قبطیان به وادی حیرت سرگردان و از گم شدگان دیار شما بودم و کاری به قصد نجات مظلومی کردم و به قتل و خطایی منتهی شد و آنگاه از ترس شما گریختم تا آنکه خدای من مرا علم و حکمت عطا فرمود و از پیغمبران خود قرار داد. و بازگو این که طایفه بنی اسرائیل را بنده کرده، این هم نعمتی است که منت آن بر من می‌نهی؟ باز فرعون به موسی گفت رب العالمین کیست
که تو رسول آن هستی. موسی جواب داد: رب العالمین خدای آسمان ها و زمین است و آنچه ما بین آنهاست اگر به یقین باور دارید. فرعون عاجز از جواب به مغلطه پرداخت و روی به درباریانش کرد و گفت: آیا نمی شنوید؟ موسی گفت: رب العالمین همان خدایی است که شما و پدران پیشین شما را از عدم بیافریده. باز فرعون گفت: ای مردم، این رسولی که به سوی شما به رسالت آمده سخت دیوان است. باز موسی گفت: رب العالمین همان آفریننده مشرق و مغرب و روز و شب است و هرچه بین این هاست، اگر شما در قدرت حق تعقل کنید. باز فرعون گفت: اگر غیر من خدایی را بپرستی، البته تو را به زندان خواهم کشید. موسی باز به ملایمت پاسخ داد: اگر هم حجت و معجزی بر صدق دعوی خود بر تو آورم. فرعون گفت: آن معجز چیست؟ بیار اگر راست میگویی. در آن موقع موسی عصای خود بیفکند که ناگاه اژدهایی عظیم پدیدار گشت و نیز دست از گریبان بیرون آورد که ناگاه خورشیدی درخشان به چشم بینندگان آشکار گردید. فرعون رو به درباریانش کرد و گفت: این مرد ساحری بسیار ماهر و داناست که میخواهد بدین سحر و شعبده ها شما مردم مصر را از کشور خود آواره کند. آنها به فرعون گفتند: از او و برادرش مهلت خواه و از شهرها ساحران را جمع آور تا ساحران ماهر زبردست همه نزد تو حاضر شوند. این سخن را فرعون پذیرفت و ساحران را جمع کرد. آنگاه ساحران را بر حسب وعده با موسی به روز معین حاضر ساخت و مردم شهر را گفتند: چه بهتر که همه در آن روز جمع باشید تا واقعه را مشاهده کنید. باشد که ما هم اگر ساحران غالب شدند از سحر فرعون پیروی کنیم. و چون ساحران حضور فرعون آمدند، با وی گفتند: آیا اگر بر موسی غالب آییم اجر بزرگی در مقابل این خدمت خواهیم داشت؟ فرعون گفت: آری، البته علاوه بر اجر خدمت از مقربان درگاه هم خواهید شد. موسی به آنها گفت: اینک شما بساط سحر خود هرچه می خواهید به کار اندازید. ساحران هم چوب ها و بساط سحر خود را بیفکندند و به عزت فرعون قسم یاد کردند که البته ما غالب خواهیم شد. در آن حال موسی عصای خود را بیفکند که ناگاه اژدهایی شد و همه وسائل سحرانگیزی ساحران را به کام خود فرو برد. ساحران که این معجزه بدیدند پیش موسی به سجده افتادند و گفتند: ما به خدای عالم ایمان آوردیم، همان خدای موسی و هارون. فرعون گفت: این استاد بزرگ شماست، به زودی دست و پای شما را به اختلاف قطع می کنم، آنگاه همه را به دار می کشم. ساحران گفتند: از این دار و قطع به ما هیچ زیانی نخواهد رسید، چون بعد از مرگ به سوی خدا باز می گردیم و از خدا امید آن داریم، چون اول ما به او ایمان آوردیم که به لطف خیش از گناهان ما درگذرد. و به موسی وحی کردیم که بندگان مرا شبانه بیرون بر تا شما را تعقیب کنند. آنگاه فرعون رسول برای جمع آوری لشکر به شهرها فرستاد که همانا از طایفه بنی اسرائیل عده قلیلی باقی نیست و ما سپاهی بیشمار و از دست آنها خشمناکی و نیز ما لشکری همه نیرومند و مسلح به اسلحه کاملیم.
ما آنها را از باغ‌های مصفا یا نهرهای آب روان مصر بیرون کردیم و از گنج‌ها و ثروت‌ها و مقامات عالیه ریاست محروم ساختیم و بنی اسرائیل را وارث آن شهر و دیار ثروت و مقام گردانیدیم. صبحگاهی که فرعونیان موسی و بنی اسرائیل را تعقیب کردند، چون دو لشکر روبرو شدند و اصحاب موسی گفتند اینک به دست فرعونیان سخت هلاک می شویم، موسی گفت هرگز مترسید که خدا با من است و مرا به حفظ از دشمن یقینا راهنمایی خواهد کرد. پس ما به موسی وحی کردیم که عصای خود را به دریای نیل زن، چون زد و دریا شکافت و آب هر قطعه دریا مانند کوهی بزرگ بر روی هم قرار گرفت و دیگران یعنی فرعونیان را به دریا آوردیم. آنجا موسی و کلیه همراهانش را از دریا بیرون آورده به ساحل سلامت رساندی. آنگاه قوم دیگر همه را به دریا غرق کردیم. همانا این هلاک فرعونیان آیت بزرگی برای عبرت و موعظه مردم بود، لکن اکثر خلق ایمان نمی آورند. و همانا خدای تو خدای بسیار مقتدر و مهربان است. ای رسول، حکایت ابراهیم را بر امت بیان کن، هنگامی که با پدر و با قومش گفت شما چه معبودی را می پرستید؟ جواب دادند که ما بت‌هایی را می پرستیم که ما ثابت بر پرستش آنها بوده و هستیم. ابراهیم گفت آیا هرگاه این بت‌های جماد را بخوانید سخن شما را می شنوند؟ یا به حال شما هیچ سود و زیانی توانند داشت؟ آنها در جواب ابراهیم گفتند ما پدران خود را بر پرستش این بتان یافته ایم. ابراهیم باز به آنها گفت آیا می دانید که این بتهایی که شما مردم اینک می پرستید و پدران شما از قدیم می پرستیدند، من با پرستش همه اینها جز خدای یکتای عالم مخالف و دشمنم، همان خدایی که مرا بیافرید و به لطف خود به راه راستم هدایت می فرماید، همان خدایی که چون گرسنه شوم به کرم خود مرا غذا می دهد و چون تشنه شوم سیراب می گرداند، همان خدایی که چون بیمار شوم مرا شفا می دهد، همان خدایی که مرا می میراند و سپس به حیات ابدی آخرت زنده می گرداند، همان خدایی که چشم امید دارم که روز جزا گناهم را بیامرزد. بار الها مرا فرمان روایی ده و به بندگان صالح خود ملحق ساز و نامم بر زبان اقوام آتی نیکو و سخنم دلپذیر گردان و مرا از وارثان بهشت پر نعمت قرار ده و از پدرم به لطف خود درگذر و هدایت فرما که وی سخت از گمراهان است. و بار پروردگارا روزی که خلق را از قبرها برانگیزی، در آن روز مرا رسوا و هلاک مگردان. آن روزی که مال و فرزندان هیچ به حال انسان سود نبخشد و تنها آن کس سود برد که با دل با اخلاص پاک از شرک و ریب به درگاه خدا آید. و آن روز بهشت را به اهل تقوا نزدیک سازند و دوزخ را بر گمراهان پدیدار گردانند. و آن روز به کافران گفته شود بت‌هایی که پرستش می کردید به کجا شدند؟ آنان را که خدا را رها کرده و به جای او به خدایی برگرفتید.
آیا می توانند به شما اینک یاری کرده یا از جانب شما دفاع کنند؟ در آن حال کافران و معبودان باطلشان هم در آتش دوزخ افتند و در دوزخ به مجادله و خصومت با یکدیگر گویند به خدا قسم که ما در گمراهی بسیار آشکار بودیم که شما بت‌ها را مانند خدای عالمیان پرستش می کردیم و ما را گمراه نکردند جز قوم تبهکار بدندیش که در این روز سخت شفیعی نداری. در این روز سخت یک دوستی که از ما حمایت کند نداریم. ای کاش که بار دیگر به دنیا باز می گشتیم تا ایمان می آوردیم. همانا در این آیت و عبرت است. لکن اکثر مردم باز ایمان نمی آورند و همانا خدای تو خدای بسیار مقتدر و مهربان است. قوم نوح هم کافر شده و پیغمبران خدا را تکذیب کردند. هنگامی که مهربان برادرشان نوح آنها را گفت آیا هنوز خدا ترس و متقی نمی شوید؟ من برای شما بسیار رسول امین و خیرخواهی هستم، از خدا بترسید و راه اطاعت وی پیش گیرید و من اجری از شما برای رسالت نمی خواهم و چشم پاداش جز به خدای عالم ندارم. پند بی غرض مرا بشنوید و از خدا بترسید و راه طاعت وی پیش گیرید. قوم نوح از کبر و خودپرستی پاسخ دادند که ما چگونه به تو ایمان آوریم در صورتی که پیروانت معدودی مردم خار و فرومایند. نوح گفت مرا چه کار که افعال و احوال پیروانم را بدانم؟ اگر شعور و معرفتی دارید بدانید که حساب کار آنها بر کسی جز خدا نخواهد بود و مرا نرسد که مؤمنان به حق را از خود برانم. من جز آنکه مردم را اندرز کنم و از خدا بترسانم وظیفه ای ندارم. باز قوم نوح گفتند اگر ترک این سخنان نگویی تو را سخت سنگسار کنیم. نوح گفت پروردگارا قوم سخت مرا تکذیب کردند. بار الها بین من و قوم حکم فرما و به ما گشایشی عطا کن و من و مؤمنانی که با من همراهند از شر این قوم نجات ده. ما هم دعای نوح را اجابت کردیم و او را با همه آنان که در آن کشتی نجات در آمدند به ساحل سلامت رساندیم و باقی آن قوم سرکش همه را به دریا غرق کردیم. همانا در نجات مؤمنان و هلاک کافران قوم نوح آیت عبرتی است. لکن باز هم اکثر مردم ایمان نمی آورند و همانا خدای تو خدای بسیار مقتدر و مهربان است. قوم عاد نیز رسولان خدا را تکذیب کردند. هنگامی که رسول آنها هود با مهر برادری به آنها گفت آیا هنوز متقی و خدا ترس نمی شوی؟ من برای شما بسیار پیغمبری خیرخواه و امینم، پند من بشنوید و از خدا بترسید و راه اطاعت وی پیش گیری. و من از شما اجری برای رسالت نمی خواهم و چشم پاداش جز به خدای عالم ندارم. آیا بنا می کنید به هر سرزمین امارت و کاخ مرتفع برای آنکه به بازی عالم سرگرم شوید و از یاد خدا غافل مانید؟ و امارتهای محکم بنا می کنید به امید آنکه در آن امارت عمر ابد کنید؟ و چون به ظلم و بیداد خلق دست گشایید کمال قساوت و خشم کار بندید؟ از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. بترسید از آن خدایی که شما را به آنچه خود می داند مدد و قوت بخشد.
مدد بخشید به خلق چهار پایان و فرزندان برای شما تا نیرومند گردید و نیز مدد بخشید به شما به ایجاد باغ‌ها و چشمه‌های آب. همانا من از عذاب روز بزرگ قیامت برای شما می ترسم. قوم نادان پس از این مواعظ در پاسخ هود گفتند این همه وعظ و نصیحت تو به حال ما یکسان است، این طبیعت و خوی همه پیشینیان است و ما هرگز عقابی نخواهیم داشت. الغرض رسول حق را تکذیب کردند و ما هم آنان را هلاک گردانیدیم، بیشتر آنها ایمان نیاورده بودند. و همانا خدای تو بسیار مقتدر و مهربان است. قوم ثمود نیز رسول خدای را تکذیب کردند. هنگامی که پیغمبر آنها صالح به ایشان گفت آیا باز هم متقی و خدا ترس نمی شوید؟ من برای شما پیغمبری بسیار امین و خیر خواهم بود، از خدا بترسید و راه اطاعت پیش گیرید. من اجری از شما برای رسالتم نمی خواهم و چشم پاداش جز به خدای عالم ندارم. آیا فکر می کنید تا ابد در این ناز و نعمت دنیا خواهید ماند؟ گمان دارید در این باغ‌های باصفا و چشمه‌های آب گوارا و کشت‌ها و باغ‌های خرما که شکوفه‌های درختان آن لطیف است و خیال می‌کنید دائم در این عمارت‌ها و باغ‌ها که در کوهستان با کمال دقت بنا کرده اید به آسایش تعیش می‌کنید؟ پس پند من بشنوید و از خدا بترسید و راه طاعت پیش گیرید و از رفتار رؤسای مسرف و ستمگر پیروی نکنید، که آن مردم در زمین همه گونه فساد می کنند و هیچ گونه به اصلاح حال خلق نمی پردازند. قوم صالح گفتند به یقین تو را سحر کردند که دعوی نبوت می کنی، وگرنه مثل ما بشری بیش نیستی، اگر راست می گویی معجزی بیاور. صالح گفت این ناقه آب نهر را روزی بنوشد و روزی شما بنوشید و هرگز سوء قصدی بر ناقه مکنید که به روز سخت عذاب گرفتار خواهید شد. قوم صالح ناقه را پی کردند و صبحگاه از کار خود بسیار پشیمان شدند. آنگاه به عذاب موعود گرفتار شدند و هلاک گردیدند. همانا در هلاک این قوم آیت عبرت برای دیگران بود و اکثر مردم باز با این وجود ایمان به خدا نیاوردند. و همانا خدای تو بسیار مقتدر و مهربان است. قوم لوط نیز پیغمبران خود را تکذیب کردند. هنگامی که پیغمبر مهربان آنها لوط گفت آیا با آنکه شما هلاکت اهل کفر و عصیان پیشین را به چشم خود دیدید باز هم خدا ترس و پرهیزکار نمی شوید؟ من برای شما پیغمبری بسیار امین و خیر خواهم بود، از خدا بترسید و راه طاعت وی پیش گیرید. و من از شما اجری برای رسالت خود نمی خواهم و چشم پاداش جز به خدای عالم ندارم. آیا عمل زشت منکر را با مردان انجام می دهید و زنان را رها کرده؟ همانا شما بسیار مردم متعدی و نابکاری هستید. قوم در جواب لوط گفتند اگر از این پس دست از این نهی و منع بر نداری تو را از شهر بیرون خواهیم کرد. لوط باز گفت من خود دشمن این کار زشت شما و بیزار از آن خواهم بود. بارلاها من و اهل بیتم را از عقاب این عمل زشت قوم نجات بخش. ما هم او را با همه اهل بیتش نجات دادیم، جز پیرزنی که در اهل عذاب باقی ماند و به کیفر کفر
با قوم هلاک گردید. آنگاه جز اهل بیت لوط همه را به خاک هلاک نشانیدیم و آنها را به سنگ باران عذاب که باران بسیار سختی بر سر بدکاران است هلاک ساختیم و در این هلاک قوم لوط نیز آیت عبرت بزرگی برای دیگران بود، لکن اکثر مردم باز ایمان به خدا نیاوردند. و همانا خدای تو بسیار مقتدر و مهربان است. باز هم بودند اصحابی که پیغمبران خود را تکذیب کردند هنگامی که رسولشان شعیب در مقام نصیحت به آنها گفت آیا شما خدا ترس و پرهیزکار نخواهید شد؟ پند من بشنوید که من برای شما رسولی بسیار امین و خیر خواهم، از خدا بترسید و راه طاعت وی پیش گیرید و من از شما هرگز اجر رسالت نمی خواهم و جز از خدای عالم به کسی چشم پاداش ندارم. ای مردم، آنچه می فروشید تمام بدهید و از کم فروشی کناره گیرید، اجناس را با میزان صحیح بسنجید و آنچه به مردم می فروشید از وزن و پیمان کم نگذارید و در زمین به ظلم و فساد کاری بر نخیزید. و از خدایی که شما و همه تبایع پیشینیان را آفریده بترسید. قوم شعیب پاسخ او گفتند تو را بیشک به سحر و شعبده مفتون کردند و تو جز آنکه بشری هستی مانند ما هیچ گونه مزیتی بر دیگران نداری و ما تو را دروغگو میپنداریم. اگر راست میگویی قطعی از آسمان را بر سر ما فرود آور تا تصدیق تو کنیم. شعیب گفت خدا بهتر بر صدق دعوی من و کذب قول و زشتی افعال شما آگاه است. باز او را تکذیب کردند و به عذاب سخت روز سایبان گرفتار شدند که عذاب آن روز بسیار سخت بود. و این هلاک قوم شعیب نیز آیتی بزرگ برای دیگران بود، لکن اکثر مردم باز هم ایمان نیاوردند و همانا خدای تو بسیار مقتدر و مهربان است. و این قرآن به حقیقت از جانب خدا نازل شده، جبرئیل روح الامین نازل گردانید و آن را بر قلب تو فرود آورده تا به حکمت و اندرزهای آن خلق را متذکر ساخته و از عقاب خدا بترسانی و مردم را به زبان عربی فصیح هدایت کنی. و ذکر عظمت این قرآن در کتب انبیاء پیشین مستور است. آیا این خود آیت و برهان روشنی بر کافران نیست که علماء بنی اسرائیل از کتب انبیاء سلف بر این قرآن آگاهند؟ و اگر ما این کتاب عربی را بر بعضی مردم عجم نازل می گردانیدیم و رسول به زبان تازی بر پارسیان قرائت می کرد، آنان ایمان نمی آوردند به این عذر که قرآن چون به زبان ما نیست ما فهم آن نکرده و اعجاز آن را درک نمی کنیم. اما شما قوم عرب با چه عذر ایمان نمی آورید؟ ما این قرآن را چنین در دل تبهکاران گذاشتیم که تا مشاهده عذاب دردناک نکنند به این قرآن ایمان نمی آورند. پس به ناگاه وقت عذاب و ساعت قیامت که سخت از آن غافل بودند به آنها فرا رسد. آن کافران از شدت عقوبت در آن زمان گویند آیا بر ما مهلتی منظور می شود؟ اکنون که هنگام عذابشان نیست از تمسخر انتقام ما را به تعجیل می طلبند. ای رسول ما، چه خواهی دید اگر ما چند سالی آنها را در دنیا متنعم سازیم سپس به عذابی که بر آنان وعده شده یک سر هلاک شوند و بهره‌ای که از مال دنیا داشتند هیچ آنها را از عذاب نرهاند و ما اهل هیچ دیاری را تا رسولی به هدایت و اتمام حجت برای آنها نفرستادیم هلاک نکردیم؟ این پند و موعظه است برای خوبان و ما هرگز به کسی ستم نکردیم. این قرآن را شیاطین نیاوردند
و نه هرگز این گونه سخنان از شیاطین شایسته است و نه قدرت بر نزول آن دارند، که البته آنها از استماع وحی الهی معزولند. پس تو ای رسول، جز خدای یکتا احدی را معبود مخوان، وگرنه از اهل عذاب خواهی شد. نخست خیشان نزدیک را از خدا بترسان، آنگاه پروبال مرحمت بر تمام پیروان با ایمانت به تواضع بگستران. و هرگاه قوم فرمانت را مخالفت کردند، به آنها بگو من خود از کردار بد شما بیزارم و توکل بر آن خدای مقتدر مهربان کن، آن خدایی که چون از شوقش به نماز برخیزی تو را می نگرد، که او خدای شنوا و دانا به گفتار و کردار خلق است. بگو به کافران که می خواهید من شما را آگاه سازم که شیاطین بر چه کسان نازل می شوند؟ شیاطین بر هر شخص بسیار دروغگوی بدکاری نازل می شوند. گوش فرا می دهند تا حرف مؤمنان و قوای قدسی را ربوده و به اتباع خود برسانند و اکثراً دروغ می گویند. و شاعران را مردم جاهل گمراه پیروی کنند، آیا ننگری که آنها خود به هر وادی حیرت سرگشته اند؟ و آنها بسیار سخنان می گویند که یکی را عمل نمی کنند، مگر آن شاعران که اهل ایمان و نیکوکار بوده و یاد خدا بسیار کردند و برای انتقام از هجوی و ستمی که در حق آنها شده یاری خواستند، و آنان که ظلم و ستم کردند به زودی خواهند دانست که به چه کیفرگاهی و دوزخ انتقامی بازگشت می کنند. در اینجا سوره شعرا به پایان می رسد. می رسیم به سوره نمل که در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 93 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. این آیات قرآن بزرگ و کتاب هویدای خداست که هدایت و بشارت برای اهل ایمان است، آنان که به یاد خدا نماز به پا می دارند و زکات به مسکینان می دهند و کاملا به عالم آخرت یقین دارند. همانا آنان که ایمان به عالم آخرت نمی آورند، ما اعمالشان را در نظرشان جلوه دهیم، آنها به کلی مغرور و گمراه شوند. آنها را هم در دنیا سخت ترین عذاب است و هم در آخرت زیانکار ترین خلقند. و ای رسول، آیات قرآن عظیم از جانب خدای دانای حکیم به وحی بر تو القا می شود. به یادار هنگامی که موسی به اهل بیتش گفت مرا آتشی به نظر آمد، می روم تا از آن به زودی خبر بیاورم، یا شاید برای گرم شدن شما شعله‌ای برگیرم. چون موسی بدان آتش نزدیک شد، او را ندا کردند که آن کس را که در این آتش است یا به گردش در طلب است مبارک باد و منزه و بلند رتبه خداست که آفریننده عوالم بی حد و نهایت است. ای موسی، همانا منم خدای مقتدر دانای درستکار، و تو عصای خود بیفکند. چون عصا افکند، ناگاه موسی بر آن نگریست، عصا به جنبش و هیجان در آمد، چنان که اژدهایی مهیب گردید. موسی از آن چنان بترسید که رو به فرار نهاد و دیگر واپس نگردید. بدو خطاب شده ای موسی مترس، که پیغمبران در حضور من هرگز نمی ترسند، مگر کسی که چون ستم و کار بد کند، به زودی توبه کرده و آن بد را به نیکویی مبدل گرداند تا خدایش ببخشد، که همانا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. موسی با 9 معجز الهی به سوی فرعون و قومش که گروهی فاسق و نابکار بودند به رسالت روانه شد. چون آیات و معجزات ما را به آنها ارائه داد، گفتند که این معجزات بزرگ سحری روشن و آشکار است،
و با آنکه پیش نفس خود به یقین دانستند معجزه خداست، باز از کبر و نخوت و ستمگری انکار آن کردند. بنگر تا عاقبت آن مردم ستمکار فاسد به کجا انجامید و چگونه هلاک شدند. و همانا ما به داوود و سلیمان مقام دانش عطا کردیم که به شکرانه آن گفتند ستایش و سپاس خدای را که ما را بر بسیاری از بندگان با ایمانش فضیلت و برتری عطا فرمود. و سلیمان که وارث ملک داوود شد و مقام سلطنت و خلافت یافت، به مردم گفت که ما را زبان مرغان آموختند و از هر گونه نعمت عطا کردند. این همان فضل و بخشش آشکار از جانب خدای متعال است. سپاهیان سلیمان از هر گروهی تحت فرمان رئیس خود در رکابش حاضر آمدند تا آنجا که به وادی مورچگان رسیدند. موری چون جلال سلیمان و سپاه عظیم آنان مشاهده کرد گفت ای موران، همه به خانه های خود اندر روید، مبادا سلیمان و سپاهش ندانسته شما را پایمال کنند. سلیمان از گفتار مور بخندید و گفت پروردگارا، مرا توفیق شکر نعمت خود که به من و پدر من عطا فرمودی عنایت فرما و مرا به عمل صالح خالصی که تو به پسندی موفق بدار و مرا به لطف و رحمت در صف بندگان خاص شایسته ات داخل گردان. و سلیمان از میان سپاه خود جویای حال مرغان شد. هدهد را نیافت، به عقاب گفت هدهد کجاست که به حضور نمی بینمش؟ آیا غیبت کرده است؟ چنانچه بدون عذر غایب شده، همانا او را به عذابی سخت معذب گردانم، یا آنکه سرش را از تن جدا کنم، مگر آنکه برای غیبتش دلیلی روشن بیاورد. پس از اندک مکسی گفت من به چیزی که تو از آن در جهان آگاه نشده ای خبر یافتم و از ملک سبا به طور یقین تو را خبری مهم آورده ام. همانا در آن ملک زنی را یافتم که بر مردم آن کشور پادشاهی داشت و به آن زن هر گونه امور دنیوی عطا شده بود و علاوه بر اینها تخت با عظمتی داشت. آن زن را با تمام رعیتش یافتم که خدا را از یاد برده و به جای خدا خورشید را می پرستیدند و شیطان اعمال زشت آنان را در نظرشان زیبا جلوه داده و آنها را به کلی از راه خدا باز داشته تا هرگز به حق هدایت نیابند. و خدای را که هر پنهان را در ظلمت عدم به عرصه ظهور آورده و بر نهان و آشکار خلق آگاه است پرستش نکنند. در صورتی که خدای یکتا که جز او هیچ خدایی نیست پروردگار عرش با عظمت است. سلیمان هدهد را گفت باید تحقیق کنم تا صدق و کذب سخنت را دریابم. اینک نامه مرا به جانب آنان بر و باز شو تا بنگری پاسخ چه می دهند. چون هدهد نامه را از منقار در بر بلقیس افکند، به شگفت آمد و مهر نامه را بگرفت و به دقت مطالعه کرد. آن را بسیار مهم یافت. بلقیس رو به رجال دربارش کرد و گفت نامه بزرگی به من رسیده است که آن از جانب سلیمان است و عنوانش به نام خدای بخشنده مهربان است و بعد نوشته که بر من برتری مجوید و تسلیم امر من شوید. آنگاه به مشورت گفت ای رجال کشور، شما به کار من رأی دهید که من تا کنون بی حضور شما به هیچ کاری تصمیم نگرفتم. رجال ملک به او اظهار داشتند که ما دارای نیروی کامل و مردان جنگجوی مقتدری هستیم، لکن اختیار با شما تا به صلح و تسلیم یا به جنگ چه دستور فرمایی.
بلقیس گفت پادشاهان چون به دیاری حمله آرند آن کشور را ویران سازند و عزیزترین اشخاص مملکت را ذلیلترین افراد می گیرند و رسم و سیاستشان بر این کار خواهد بود. حال من هدیه‌ای برای آنان می فرستم تا ببینم فرستادگانم از جانب سلیمان چه پاسخی خواهند آورد. چون فرستادگان بلقیس به حضور سلیمان رسیدند، سلیمان گفت شما می خواهید مرا به مال دنیا مدد کنید؟ آنچه خدا به من از ملک و مال بیشمار عطا فرموده بسیار بهتر از این مختصر هدیه شماست. آری شما مردم دنیا خود بدین هدایا شاد شوید. ای فرستاده بلقیسیان، با هدایا به سوی آنان بازگرد که من لشکری بیشمار که هیچ با آن مقاومت نتوانند کرد برای آنها میفرستم و آنها را با ذلت و خاری از آن ملک بیرون میکنم. آنگاه سلیمان رو به حضار بارگاه کرد و گفت کدام یک تخت بلقیس را پیش از آن که تسلیم امر من شود خواهد آورد؟ افریت جن گفت من چنان بر آوردن تخت او قادر و امینم که پیش از آن که تو از جایگاه خود برخیزی آن را به حضور آرم. و آن کس که به علم کتاب الهی دانا بود گفت که من پیش از آن که چشم بر همزنی تخت را به دینجا آرم. پس سلیمان سریر را نزد خود مشاهده کرد و گفت این توانایی از فضل خدای من است تا مرا بیازماید که نعمتش را شکر میگویم یا کفران میکنم، و هر که شکر نعمت حق کند شکر به نفع خیش کرده، همانا خدا بینیاز کریم و مهربان است. آنگاه سلیمان گفت تخت بلقیس را بر او ناشناس گردانید تا بنگریم که وی سریر خود را خواهد شناخت یا نه. هنگامی که بلقیس آمد از او پرسیدند که عرش تو چنین است؟ وی گفت گویا همین است و ما از این پیش بدین دانا و تسلیم امر خدا بودیم و بلقیس را پرستش غیر خدا از خدا پرستی باز داشته و از فرقه کافران مشرک به شمار بود. آنگاه بلقیس را گفتند که اینک در ساحت این قصر داخل شو. وی چون کوشک را مشاهده کرد پنداشت که آب است و جامه از ساق پا برگرفت و گفت این قصری است از آبگینه صاف. و گفت بارلاها سخت بر نفس خیش ستم کردم و اینک با رسول تو سلیمان تسلیم فرمان پروردگار عالمیان گردیدم. و ما به قوم ثمود برادرشان صالح را به رسالت فرستادیم که بگوید خدای یکتا را پرستید. قوم بر دو فرقه شدند و با هم به مخاصمه و جدال پرداختند. صالح گفت ای قوم، چرا پیش از نیکوکاری به بدکاری می شتابید؟ چرا از کردار زشت استغفار به درگاه خدا نمی کنید تا شاید مورد عفو و رحمت واقع شوید؟ آن کافران چنین گفتند ما به وجود تو و پیروانت فال بد می زنیم. صالح گفت این فال بد شما نزد خدا معلوم است که شما خود موجب این امتحان و ابتلا شده اید. و در شهرستان قوم صالح 9 نفر از رؤسای قبیله بودند که دایم در زمین به فتنه و فساد می پرداختند و هرگز قدمی به صلاح حق بر نمی داشتند. آن رؤسای مفسد به قوم صالح گفتند که شما هم قسم شوید که شبیخون زنید و شبانه صالح را به قتل برسانید و آنگاه به وارث او همه شهادت خواهیم داد که ما به مکان ارتکاب قتل هم حاضر نبودیم و البته ما راست میگوییم. و آن کافران در قتل صالح مکر و حیله به کار بردند و ما آنها را از جایی که هیچ نفهمیدند سخت به کیفر مکرشان رسانیدیم. بنگر که پایان مکرشان چه شد. عاقبت ما آنان که در قتل صالح حیله و مکر به کار بستند همه را با بستگانشان هلاک کردیم. این است خانه های بی صاحب ایشان که چون ظلم کردند همه ویران شد و در این کار برای دانایان آیت عبرت است. و اهل ایمانی که پرهیزکار و خدا ترس بودند آنها را از عذاب نجات دادیم. و پیغمبر ما لوط وقتی به قوم خود گفت آیا شما با آنکه بصیرت
به زشتی عمل خود دارید، باز مرتکب چنین کار منکری می شوید. آیا شما با مردان شهوت رانی کرده و زنان را ترک می گویید؟ آری شما بسیار مردم جهالت پیشه‌ای هستید. قوم لوط به او جوابی ندادند جز آنکه با یکدیگر گفتند که لوط را با همه اهل بیتش که از این کار دوری می جویند از شهر خود بیرون کنید. ما هم لوط را با همه اهل بیتش جز زن کافر او که مقدر بود میان اهل عذاب باقی بماند همه را نجات دادیم و بر سر آنها سنگ باران هلاک بارانیدیم که بسیار بد باران هلاکتی است. ای رسول، بگو ستایش مخصوص خداست و سلام خاص بر بندگان برگزیده خدا. آیا خدای آفریننده جهان بهتر و پرستش را سزاوارتر است؟ یا آنچه شریک خدا می شمارید که همه عاجز و ناتوان و دست خوش مرگ و فنا هستند؟ آیا آن کیست جز آن خدای یکتا که آسمانها و زمین را خلق کرده و از آسمان برای شما باران می فرستد تا به آن درختان باغ و بستانهای شما را در کمال سبزی و خرمی می رویانیم؟ هرگز شما از پیش خود قادر به رویانیدن آن درختان نیستید. آیا با وجود خدای یکتا خدایی هست؟ هرگز خدایی نیست، لکن این مشرکان روی از خدا می گردانند. آیا آن کیست جز خدای یکتا که زمین را آرامگاه شما قرار داد و در آن نهرهای آب برای شرب خود و حیوانات و زراعات و اشجار شما جاری کرد و کوه‌ها برافراشت و میان دو دریا به قطعی از زمین حائل گردانید؟ آیا با وجود خدای قاطر یکتا خدایی هست؟ هرگز نیست. لکن اکثر مردم بر این حقیقت آگاه نیستند. آیا آن کیست که دعای بیچارگان را به اجابت می‌رساند و رنج و غم آنان را برطرف می‌سازد و شما مسلمین را جانشینان اهل زمین قرار می‌دهد؟ آیا با وجود خدای یکتا خدایی هست؟ هرگز نیست. لکن اندکی مردم متذکر این حقیقتند. آیا آن کیست که در تاریکی های بر و بحر عالم شما را هدایت می کند و کیست که به بادها مژده باران رحمت می فرستد؟ آیا با وجود خدای یکتا خدایی هست؟ او بسی برتر و بالاتر است از آنچه مشرکان جاهل شریک وی می شمارند. آیا آن کیست که نخست آفرینش را آغاز می کند آنگاه همه را به سوی خود باز می گرداند؟ آیا کیست که از قوای آسمان و زمین به شما روزی می دهد؟ آیا با وجود خدای یکتا خدایی هست؟ مشرکان را بگو اگر راست می گویید که غیر خدا هم کسی در آفرینش مؤثر است، بر دعوی خود برهانی بیاورید. ای رسول ما، بگو که در همه آسمان ها و زمین جز خدا کسی از علم غیب آگاه نیست و هیچ کس نمی داند که چه هنگام زنده و برانگیخته خواهد شد. اگر این مدعیان نادان امروز به روز قیامت دانا شوند، تدارک عمل کنند که اینان از قیامت هم در شک و ریبند و به کلی از عالم آخرت بیخبر و از مشاهده آن جهان کورند. و کافران گفتند که آیا هرگاه ما چون مردیم و یکسر خاک شدیم باز در قیامت زنده شویم و سر از خاک بیرون می آوریم؟ به ما و پیش از این به پدران ما وعده ها داده شد، لکن این سخنان چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست. بگو در روی زمین سیر کنید تا بنگرید که عاقبت کار بدکاران به کجا کشید و چگونه همه هلاک شدند. ای رسول، تو بر کفر و بدبختی این کافران اندوهناک مشو و از مکر آنان نیز دلتنگ مباش که ما قادر به انتقام آنهایی. کافران میگویند پس این وعده قیامت اگر راست میگویید کی خواهد بود؟ بگو ای پیغمبر، بعضی از آن وعده
که به وقوعش تعجیل دارید بدین زودی شاید در پی شما آید. و همانا خدای تو درباره خلق دارای فضل و رحمت است، لکن اکثر مردم شکر نعمتش به جای نیاورند. و همانا خدای تو بر آنچه خلق در دلها پنهان کنند یا آشکار سازند به همه آگاه است. هیچ امری در آسمان و زمین پنهان نیست جز آنکه در کتاب علم الهی آشکار است. در اینجا سوره نمل تا آیه 75 آن به پایان می رسد. توجه شما را به دنباله سوره نمل در نوار 18 جلب می کنم. به امید پروردگار بزرگ.